نام خداوند بزرگ و خبرهای این ساعت از تلویزیون بیک خوش آمدید. امروز شنبه پنجم دلو 1398 خورشیدی است که برابر می شود به 25 جنوری 2020 میلادی. نخواستم سرخط خبرها. کشته و زخمی شدن بیش از 15 تن در یک درگیری در ولایت جلزچان. بازداشت چندین تن در پیوند به جرایم مختلف از سوی پلیس در کابل. و کشته شدن 18 تن در اثر یک زلزله در ترکیه. مشهور خبرها با من محمود رسولی. بیش از 15 تن در اثر یک درگیری در ولایت جلزچان کشته و زخمی شدند. مسئولان صحت ولایت جلزچان میگویند که 8 جسد و 8 تن به حالت زخمی به شفاخانه ولایتی این ولایت انتقال داده شدند که حالت صحی شماری از این زخمیان وخیم می باشد. شب گذشته گروه طالبان بالای یک پوسته نیروهای امنیتی در روستای منگوته شهر شبرغان حمله کرده بودند که در اثر درگیری 8 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه حمله گروه طالبان به پوسته امنیتی طوفان قماندان در مسیر شاهراه جوزجان سرپل 16 تن کشته و زخمی شدند. مقام های امنیتی در این ولایت میگویند شب گذشته گروه طالبان بالای یک پوسته امنیتی در قریه منگوته حمله تهاجمی نمودند که درگیری چندین ساعت طول کشیده است، اما ارقامی از تلفات این رویداد ارائه نکردند. مسئولان در صحت عامه جوزجان میگویند که در پیوند به درگیری شب گذشته در منطقه منگوته شهر شبرغان 8 جسد و 8 زخمی به شفاخانه مرکزی این ولایت انتقال داده شده است. نیمه شب گذشت متعداد 8 زخمی که میجا در شفاخانه ولایت جوزجان انتقال دادن و همچنان 8 فوتی بود. به گفته آنها دو تن از زخمیان این رویداد افراد ملکی بوده و متوقعی کشته و زخمیان همه افراد نیروهای امنیتی می باشد. طبقه ملکی هستند و کسایی که فوت کردن مکمل نظامی هستند. گروه طالبان تا اکنون در مورد این رویداد ابراز نظری نکردند. در اثر یک حمله نیروهای هوایی کشور بالای گروه طالبان در ولایت بلخ به این گروه تلفات وارد شده است. قلردوی 209 شاهین با پخش خبرنامه می گوید نیروهای هوایی کشور در روستای بوکه ولسوالی بلخ ولایت بلخ بالای طالبان یک ضربه هوایی را انجام داده که در نتیجه این ضربه هوایی 6 تن از افراد طالبان کشته شده است. در اثر ضربات هوایی نیروهای امنیتی کشور در ولسوالی بلخ ولایت بلخ 6 تن از افراد گروه طالبان کشته و زخمی شدند. قلردوی 209 شاهین با پخش خبرنامه میگوید یک گروهی از گروه طالبان که میخواستند بالای پوسته های امنیتی علمخیل و میرگن تپه حمله نمایند مورد هدف نیروهای هوایی کشور قرار گرفته است. در این خبرنامه آمده است این رویداد در ادامه عملیات شاهین در روستای بوکه ولسوالی بلخ این ولایت رخ داده است. گفته می شود در این رویداد به نیروهای امنیتی و افراد ملکی هیچ آسیبی نرسیده است، اما گروه طالبان تا اکنون در مورد کشته و زخمی شدن افرادشان در این رویداد چیزی به رسانه ها نگفتند. بیش از 10 تن در کابل از سوی پلیس این ولایت در پیوند به جرایم مختلف بازداشت شدند. وزارت امور داخله با پخش خبرنامه میگوید پلیس کابل 10 تن را در پیوند به جرایم سرقت، رهزنی و انتقال سلاح‌های غیرقانونی بازداشت کردند. در این حال یک تن نیز در پیوند به قاچاق 6 کیلوگرم هیروئین از سوی پلیس بازداشت شده است.
11 تن در پیوند به جرایم جنایی از نقاط مختلف شهر کابل توسط منصوبین پلیس بازداشت شده است. وزارت امور داخله با نشر خبرنامه می گوید منصوبین پلیس شهر کابل چندین عملیات را در این ولایت بر راه انداخته بودند که در نتیجه آن 10 تن مظنون در پیوند به جرایم سرقت، رهزنی، فساد اخلاقی، انتقال سلاح‌های غیرقانونی و اخلال امن و نظم عامه از نقاط مختلف شهر کابل توسط منصوبین پلیس این ولایت بازداشت شده است که از نزد افراد دستگیر شده چندین میل تفنگچه به دست منصوبین پلیس آمده است. در خبرنامه همچنان آمده است منصوبین پلیس شهر کابل یک تن را به جرم قاچاق مواد مخدر نو هیروئین از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بازداشت نمودند. فرد مذکور که مقدار 6 کیلوگرم مواد مخدر نو هیروئین را در بایک سفری در بین میوه خشک جابجا نموده و میخواست آن را به کشور هند انتقال دهد توسط نیروهای پلیس شناسایی و بازداشت گردیده است. با ساخته شدن یک کانال آبیاری در ولایت ننگرهار 4000 جریب زمین آبیاری می شود. وزارت اصلاحات آبیاری و مالداری با پخش خبرنامه می گوید 185 متر کانال آبیاری در قریه کهی راغزه ولسوالی اچین ولایت ننگرهار از سر پروژه رشد اصلاحات و انکشاف روستایی وزارت اصلاحات آبیاری و مالداری ساخته شده است. ساخت این کانال 6 ماه را در بر گرفته که با ساخته شدن این کانال مشکل بزرگ باشندگان این منطقه رفع شده است. زلزله با 6.8 درجه قدرت چرخ ترکیه را لرزانده و تاکنون 18 نفر در پیان کشته شده است. زلزله در شهر سیورچه ولایت العزیق روی داده و موجب فرو ریختن ساختمان ها شده است. این زمین لرزه در ایران، عراق، سوریه و لبنان هم احساس شده است. ترکیه روی نوار زلزله خیزی قرار دارد و وقوع زمین لرزه در آن نادر نیست. زلزله عصر جمعه حدود ساعت 9 شب به وقت محلی روی داد و باعث شد هزاران سکنه شهر سیورچه سراسیمه به خیابان‌ها بریزند. مرکز مدیریت بحران و امداد ترکیه گزارش کرده که تا اکنون 60 هست لرزه ثبت شده است که قدرت برخی از آنها بالای 5 درجه بوده است. این مرکز امدادی اعلام کرده 400 تیم نجات به منطقه اعزام شدند تا با توجه به زمستان سخت در این مناطق و آوارگان کمک‌های اولیه برسانند. مرکز مدیریت بحران و امداد ترکیه از اهالی مناطق آسیب دیده خواسته و بناهای نیمه تخریب شده خود باز نگردند، چرا که احتمال ریزش آنها در صورت وقوع پس لرزه وجود دارد. استاندار الازیق گفته است دست کم 8 نفر در این زمین لرزه کشته شدند. مناطق آسیب دیده که در شرق ترکیه واقع شدند از مناطق دورافتاده این کشورند. سیورچه شهری است با حدود 4000 جمعیت و یکی از مقصدهای گردشگری ترکیه است. این شهر در ساحل دریاچه هزار واقع شده که سرچشمه رود دجله است که از زیستگاه‌های کهن تمدن‌های بشری بوده است. مقامات صحت در چین گفتند که 15 نفر دیگر نیز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایالت هوبی چین که برای اولین بار این ویروس هم در این منطقه دیده شد جان خود را از دست دادند. بر این اساس تا اکنون 41 نفر در چین بر اثر ابتلا به این ویروس مرموز مردند و آمار کسانی که با این ویروس بیمار و تحت مراقبت هستند 1287 نفر در چین بوده است. مقامات رسمی صحت عامه در چین گفتند که 15 تن دیگر نیز بر اثر ائتلاف به ویروس کرونا در ایالات هوبیای چین که برای اولین بار این ویروس هم در این منطقه دیده شد جان خود را از دست دادند. بر همین اساس تا اکنون 41 تن در چین بر اثر ابتلا به این ویروس مرموز مردند و آمار کسانی که به این ویروس بیمار و تحت مراقبت هستند 1287
7 تن در چین بوده است. در همین حال خبرگزاری فرانسه از افزایش ممنوعیت سفر در شهرهای دیگر چین گزارش داده که حدود 56 میلیون تن را در بر می‌گیرد. این روزها چین در حال جشن گرفتن سال نو تقویم مخصوص به خود است که یکی از مهمترین روزهای این کشور نیز می‌باشد. بسیاری از جشن‌ها و مراسم‌ها به خاطر شیوع این بیماری لغو شده و قرار است شفاخانه جدیدی در شهر ووهان ساخته شود. این ویروس در حال حاضر به اروپا نیز رسیده است و مبتلا شدن 3 تن به آن در فرانسه تایید شده است. وزیر صحت فرانسه روز گذشته گفت که اولین مبتلا به این ویروس در منطقه بوردو در جنوب غربی فرانسه بوده و 2 مورد دیگر در محدوده شهر پاریس بوده است. رئیس کمیسیون اروپا و رئیس شورای اروپا توافقنامه خروج بریتانیا از اتحاد اروپا را امضا کردند. قرار است بریتانیا در 31 جنوری از اتحاد اروپا خارج شود. ملکه بریتانیا روز گذشته توافقنامه خروج را تصویب کرد و انتظار می رود چهارشنبه آینده پارلمان اروپا هم به این توافقنامه رأی دهد. در این حال بریتانیا موافقت کرده که در یک دوره انتقالی تا پایان سال جاری میلادی از قوانین اتحاد اروپا پیروی کند. اورسولا فندرلاین رئیس کمیسیون اروپا و شارل میچل رئیس شورای اروپا توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را امضا کردند. قرار است بریتانیا در 31 جنوری از اتحادیه اروپا خارج شود. ملکه بریتانیا روز گذشته توافقنامه خروج را تصویب کرد و انتظار می رود چهارشنبه آینده پارلمان اروپا هم به این توافقنامه رأی دهد. بریتانیا موافقت کرده که در یک دوره انتقالی تا پایان سال جاری میلادی از قوانین اتحادیه اروپا پیروی کند، اما انتظار دارد تا سال 2021 به توافقی در مورد روابط عادی با اتحادیه اروپا دست یابد. برگزیت به 46 سال حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا پایان می‌دهد. خانم فوندرلاین و دیگر مقامات ارشد اتحادیه اروپا نسبت به برنامه دولت بریتانیا برای مذاکره درباره دستیابی به توافق جامع درباره روابط آینده قبل از پایان سال 2020 شک و تردید دارند. مقامات اتحادیه اروپا معتقدند که جدول زمانی تعیین شده بسیار فشرده است، اما بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا ضمن ابراز خوشحالی اصرار دارد که بریتانیا پس از سالها اختلاف نظر بر سر برگزیت اکنون می تواند گامی بجلو در این زمینه بردارد. شارل میشل رئیس شورای اروپا در تویتی گفته همه چیز به ناچار تغییر خواهد کرد، اما دوستی ها ادامه خواهد یافت. ما فصل جدیدی را به عنوان متحد و شریک آغاز خواهیم کرد. آقای جانسون پیشتر گفته بود بعضی اوقات احساس می شد که هرگز از خط پایان برگزیت عبور نخواهیم کرد، اما این کار را کرده ایم. حال هم به وضعیت آب و هوای چند ولایت از کشور و نرخ اسعار توجه کنید. این بود مجموعه خبرهای این ساعت که تقدیمتان گردید. تا درود بعد، بدرود.